شده بری با تو صحبت کنم. اول از همه من خودم معرفی میکنم. من امیر سرابودانی هستم، برای بنیادی که ملی هم کار میکنم، تن ایرانی هم هستم که تو ایران زندگی میکنم و برای بنیاد کار میکنه. کار من بیشتر یه بخش والنتیر توی خارجی بود و خیلی از پروژه دیگه‌شون فعالم. یه سری از کارهای من اصلا والنتیر هم نیستش، پول میگیرم، مثل سیستم هوش مصنوعی که داریم براشون شما خیلی. حالا من میذارم کنار، میخواستم در مورد شما بیشتر بدونم. چقدر شما با ویکی‌پدیا آشنایید؟ و یکی دومی که شما چقدر با زبان‌های برنامه‌نویسی آشنایید؟ شروع می‌کنیم با ویکی‌پدیا. شما ویکی‌پدیا فارسی رو چند تومن داده؟ چه رتبه‌ای داره؟ 15. میدان بازی را از ویکی‌پدیا فارسی هر سال چقدره؟ هر سال افراد سال رو بازی داره متوسط. بعد دیگه چی براتون میگم میدونید که ما میدید توی بیشن با روبات توی ویکی‌پدیا آشنایی؟ گجت چطور؟ با ویکی دیتا چه داریم؟ ویکی دیتا رو توضیح میدم. پس ما این ستا رو داریم، روبات، گجت و ویکی دیتا. و از اون طرف شما کدومات رو با وقت همین و مثل پایتون کار کردید؟ خوبه جاوا اسکریپت، پی اچ پی. ای بعد قابل خب پس همه رو میگم. امیدوارم که اینترنت خوبی داشته باشیم. اول از همه این یه مقاله توی ویکی‌پدیا انگلیسیه، یه فیلم های از بزرگسیده اول چیه برای دلیل دیگه اصلا آورده بشه. شما اگر ببینید این پایین یه چیزی وجود داره به اسم ویکی‌پدیا فاندیشن پروژکت پاورد بای میدیم. میدیم یکی سافتویریه که ویکی‌پدیا رو میسازه، یعنی سافتویری که شما اگر به اوپن هاستتون نصبش کنید یا هر جایی نصبش کنید، این یه چیز شبیه ویکی رو براتون میاره بالا. یه ویکی کاملا صفر که هیچ چیزی نداره. شما اگه بخواید ویکی رو یکم گسترده تر کنید، نه نظر محتوا نظر امکانات، شما باید اکستنشن رو نصب کنید. همه اینها تو این سایتی که روش کلیک کنید وجود داره. Welcome to MediaWiki.com. شما اینجا میرید دانلود میکنید، یه سری سرور داره و دیتابیسی هم که باشه میتونید هم بکنید. دیت سری زیادی هم از مای اسکیول رو مثلا اوراکل همه این رو ساپورت میکنه. بعد اون شما تو لوکال هاست یه سرور خود تو میتونید راحت بسازید و یه ویکی میاد بالا. بعد میرید تنظیمات مختلف رو بذارید، مثلا میتونید ویکی فایل کنید که کسی نبینه، یعنی کسی که خودش هر کسی نتونه حساب بسازه و مثلا اگه حساب نداره نتونه محتواشو ببینه. الان این از ویکی هایی که ما خودمون داریم که محتوای محرمانه دارن کسی نباید بره توشون، فقط کسی که عضو هستن میتونن ببینن. بحث دیگه هم که در مورد وجود داره خیلی جاها میتونید عضویت رو ببندید، خیلی میتونید همیشه رو ببندید. این از این. بعد روش باید اکستنشن نصب کنید. اکستنشن هم توضیحش اینکه چجوری نصب میشن رو وجود داره، ولی من فعلا نمیخوام روی که چجوری خودتون یه میدیا ویکی رو بیارید بالا بحث کنم. اگر میخواید ویکی‌پدیا یه تغییری بکنه، یه چیزی که شما میخواید عوض بکنید، مثلا یه باگی وجود داره توی نرم افزارش و شما میخواید این رو عوض بکنید، بعد بیاید کور میدیا ویکی رو عوض کنید، یه کور پی‌اچ‌پی. سوالی هست؟ چون خودش خیلی دارم تعریف کنم. خواهی ندارید؟ یکی یاد باید بسته ایده، باید ببینیدش، یعنی مثلا ممکنه جای جواب بده، ممکنه جای جواب نده. ما حتما میتونیم سطح دسترس افراد مختلف بدیم، افراد مختلف پنج تا اونجایی که میتونم چنین کنیم وجود دارم. شما هم یادم والا درستش اینه که با این مگه پروژه اوپن سورس به وجود میاد، پروژه اوپن سورس
میتونه در خدمت مقاصد تجاری هم قرار بگیره، مثل تراویس. تراویس خودش یه پروژه اوپن سورس برای داره، برای پروژه شرکتی هم داره. ولی این چیزی که من میخوام بهتون بگم اینه، ملیاریکی میتونه به بنده دسترسی رو، میتونه حتی دسترسی ایجاد حساب رو ببنده، دسترسی ایجاد دیدن رو ببنده و دسترسی ویرایش رو ببنده. حالا اگر همون جایی که مثال زدم، این یه ویکی دیگه است، چون ویکی مدیا فاندیشن پروژه، بنیاد ویکی مدیا، بنیادی که ویکی مدیا رو اداره میکنه، نه از نظر محتوایی. این ویکی خودش، ویکی مدیا فاندیشن دات اورگ، این خودش یه ویکیه. این ویکی اجازه ایجاد حساب نمیده به شما، نیاز به ساین اپ نداره، فقط لاگین داره. و اگه شما ساین اپ نداشته باشید نمیتونید ویرایش کنید توی این ویکی. دیدن همینطور، حتی مثلا اگر بتونم OTRS ویکی رو براتون بیارم که یه OTRS ویکی اگر بهت فکر نمی کنم بتونم بیارم که اینجا بری خب این الان این ویکی یه ویکی بسته است. این از این تا اونجایی که میدونم من نباید اجازهش میشم. ببین من نمیتونم ببینم. بفهم من ویکی رو نصب کردم و ولی اگر شما باشه شما باید برید تو خدای من اسپیشال پیجز اینجا اد اکانت بذارید. یا اونجا اصلا اونجا باید اکسشن اضافه بکنم؟ نه اکسشن نیاد، خود تو اسپیشال پیجز برید، تو اسپیشال پیجز که فرستش رفتید ایجاد حساب رو بزنید، بعد اونجا اون برفت میتونید برای کسی دیگه حساب ایجاد کنید. خب حالا بریم بحث یکم هیجان انگیزتر ماجرا رو نگاه کنیم. یه سوال خیلی مهم، چرا با API آشنایی دارید؟ API میدونید چیه دقیقاً؟ خب همین رو بذارید اگه کسی نمیدونه یه بار دیگه بگم API چیه. API در واقع مخفف اون آقای آخرش این اینترفیس. این یعنی چی؟ این به شما در واقع اینا میگن یه استاندارد رو تعریف میکنن که میان میگن که شما بین هر برنامه با برنامه‌ای که میخواید اینتراکشن بکنه شما میتونید یه سیستمی بسازید که بتونه این اینتراکشن رو انجام بده. یعنی من اگه میخوام رباتم با زبان پایتون بنویسم این نباید به دور دور صفحه ویکی بده مثل یه عالم ماشین ببینید چی بشه. این باید بره به طور بهینه با این کارو انجام بده و در اصطلاح میگن به API ویکی‌پدیا واسه همه سایت‌ها در واقع API دارن، API داره، ویکی‌پدیا API داره، فیسبوک API داره. اینا باعث میشه که شما وقتی که یه گجتی دارید، یه رباتی دارید بتونه کار کنه. API ویکی‌پدیا یه مدت پیدا کردنش همیشه خدا سخت بوده، ولی خیلی خلاصه بگم اون زبون رو میرید /www.api.php. اگه بخواید بیان بردش کنید هر چیزی این خب یه وقت ترکیب شده بزنید بیان بشتون گیسی کنن همیشه این گیسی رو شکل بکنون راحت کنیم. ترجمه کامل نیست. خب یه چیزی هم که هستن که API کامل تر توی اینجا شرط داده شده. از طریق API شما میتونید ویرایش بکنید، شما میتونید حذف بکنید، کاربر ببندید اگه اساسیه شده داشته باشید، میتونید فهرست صفحه رو بگیرید، محتوای صفحه رو بگیرید، یه کار اجمالی بکن که خیلیش خودم هم درست نمیدونم. اینا هم هست، اینا همه کاری که شما میتونید با API انجام بدید. حالا اینکه بخواید فرضا یه API انجام بدید به فرض مثلا میخوام بگم یه کوئری بگیرید از سرور اگر بیا مثلا یه دونه بریم همین بگیریم مثلا میخوایم یه چیزی پیشنهاد بدید شما بیم ایمیجز میگه که این کلن هر تمام تصاویری که توی صفحه به کار رفتن رو برامون میاره. این مثلا تمام صفحه که صفحه اصلی بیش بده انگلیسی به کار رفتن رو برامون میاره. حدس میزنید این چه فرمتیه؟
خب ایام داری سر می برادم شده چی شما و شما میتونید با یه اضافه کردن فرمت فرمت رو تغییر بدید اصلا تبدیلش کنید به چیز دیگه که خودتون میخواید ولی خب در اگه جیسون نکنید واقعا چیز عجیبیه بعد شما میتونید اینجا تصاویر و فهرست تصاویر یک سفر رو بگیرید حالا چجوری شما بخواید با این ای که اینتراکشن کنید یه مقدار پیچیده ای شما بتونید به دوره دوره اینا رو بنویسید دوره دوره اینا رو باش کار بکنید این کار پیچیده ای برای این برای این کاری انجام بدن یک لایه ابستراکشن می‌نویسن بین این دو تاست یکی گجت هاست یکیش ربات هاست گجت ها میتونن ریلیش کنن ربات ها میتونن ریلیش کنن فرق گجت با ربات چیه گجت چیزی که برای شما نصب میشه یعنی چی یعنی مثلا به شما اینو نشون بدم این که بالا اینجا میبینید این شما اینجا میبینید الان این یک گجته این گجت اینجا نصب شده این در حالت عادی وجود نداره برای شما من اینو نصب کردم حالا چه جوری نصبش میکنه نصب میشه کرد بهتون میگم ولی مثلا این رو ببینید که من الان این کلیک میکنم و این تمام پیوندهای این رو شروع میکنه برای من ترجمه کردم میگه فیلم اکشن مثلا استارتریک این بوده بعد تازه میگه مثلا یکی این استارتریک فیلم فرانچایز مثلا پنج داره یعنی که این مقاله فارسی نداره تو پنج یکی دیگه هم داره مقاله داره به نظر چیز مهمی بیاد یعنی مثلا این آدم واقعا نمیدونم که حالا تو 15 تا زبان مقاله داره تو فارسی مقاله نداره شما میتونید بیاد اینو بسازید حتی جالبترش اینجاست که یکی از دوستای من یه کار دیگه کرده بود اینو اومده بود گفت که اصلا چرا افا آی ام دی بی اگر حالا من خودم تستش نکردم ولی مثل اینکه چه چیزی هم کار شخص حالا خودم میده نشت نیستم کارش شما بعدا داشت بگم ولی چنین چیزی وجود داشت که دقیقا بر از زبان انگلیسی مثلا تمام لینک ها رو میگرفت و اونه که آی ام دی بی داشتون آی ام دی بی هاشون رو بهتون میدن گفتش که اینه خود آی ام دی میشه بعد در صورت حالا چجوری نمیشه نصب کرد؟ برای اینکه شما یه جاوا اسکریپت رو نصب بکنید شما باید برید تو صفحه خودتون یه حساب کاربریتون مثلا اینجا /common.js تو هر زبانی تو هر جایی باید این اسکریپت رو ایمپورت کنید اون آرتیکل ترانسلیتور در واقع اینه اگر میخواید اینو یادداشت بکنید میخواید من براتون یه جایی شیر بکنم این به دردتون میخوره این باعث میشه که بتونید مقاله ها رو راحت‌تر اون تواش رو بیارش کنید همین قطعا با هشتگ ترسیز شیرش با هشتگ ترسیز مثل تی شیرش کنید هشتگ ترسیز کنید بعد موضوع دیگه که وجود داره این آدم مقالش وجود نداشته میگه بده فارسی دیگه یادتون هست من نمیرم آن کی هم هست این آدم از تشکیل هم چیزه سرور تشکیل متاسفانه فیلتر شد از دو سه روز پیش الان اومدم فیلترینگ رو دوستم گذاشتم خوش حالا وقت حالا خواستم خیلی کنم خب حالا مثلا من میخوام یه گچه دیگه هم وجود داره که کمک میکنه اسمش چیه رابرتو این اورسی یا اورسی به نظرتون اورسیه این مکزیکیه برای همین به نظر من روبرتو اورسی بعد این رو ما یه ابزاری طراحی کردیم که حالا این خودش چند لایه پی اچ پی و نمیدونم پایتون و اینا رو می‌ذاره بعدش شروع میکنه متن مقاله رو براتون تهیه میکنه اگر مشکلی نداشته باشه سرور بله مشکل داره بعد این میاد یه چیز خیلی بیسیک رو برای شما میاره شما راحت برش میتونید مثلا یه توضیحاتی برسید در بود اومده هم میاد میگه که آقا مثلا روبرتو اورسی حالا بریم یه آدم دیگر رو ترای کنیم یه بود مثلا اینکه این اینترنت از من برش میاد فکر میکنم نمیدونم حالا با من بریم یه آدم دیگر رو ترای کنیم خب اول راستی من اینو بگم که تو ترانسلیتور از نو جی اس هم استفاده کردیم یه چند بعد از این کد چند لایه کد هم در واقع با این دیگه میگم چرا وقت زیاد شد چیزی که دارم میگم بیسیکه دیگه با من اون عکس هم درست بروز نشد اصلا هم باشه با من یه بار یه میتونم سکتی کنیم
حالا سعی کنید سعی کنید ترنسلیت کنید من در مورد ربات توضیح کلی بدم ربات به کلی فرق داره که ربات شما تو ترمینال اجرا می‌کنید ربات در واقع اپلیکیشنیه که شما توی کامپیوترتون حالا توی تو سرور یا هر جایی اجراش می‌کنید و این خودش این کار رو انجام میده فقط کافی که کدش رو خودتون بنویسید این کدش چجوری میتونه نوشته بشه خیلی زبون‌ها هست از سی و سی پلاس پلاس و روبی و خیلی سری استفاده کردم خود نوشتم ولی اصل کارش پایتونه یعنی چرا پایتون؟ چون که پایتون یه چیزی داره یه لایبرری داره به اسم پایوی کیبورد اگه بخواید بذارید من زنجی پایوی کیبورد رو برکی بیارم توی ارگانیزیشن هستم توی میکی میدیا همه رو میتونید پیدا کنید همه یه کودایی که وجود دارن میتونید ببینید و حالا اسمش پایوی کیبورد کور پایوی کیبورد کور این میاد یه لایه ابسترکشن انجام میده براتون حالا که اینجا نصب میشه و مثلا شما به این راحتی میتونید یه کدی رو بنویسید و این کد خودش خودکار با سرور میاد اینتراکشن میکنه به یکی سرور کارش انجام میده و ویرایش میکنه چیکار میکنه؟ من یک سایت اسم این مال ویکیپدیا رو تعریف میکنم بعد من میگه که پیج پایوی داره پیج مثلا یه سایت یه پیج این آبجکت سایت یه سایت آبجکت سایت واسه تعریف میکنه بعد این آبجکت پیج واسه تعریف میکنه بعد تکست پیج رو یعنی وقتی که اون پیج هست رو براتون میشه تغییرش بدید و بعد سیوش کنید این چیز ساده به نظر میاد ولی وقتی که چنین چیزی شما میتونید انجام بدید خیلی کار دیگه هم میتونید باش انجام بدید با این خط با این لایبرری کدهایی نوشته شده که مثلا میتونم در مورد از کدهایی مثال بزنم که باش صد هزار مقاله نوشتم کدهایی میتونم باش مثال بزنم که شاید چند ده هزار ویرایش باید کردن چند میلیون ویرایش من فقط با این کردم خیلی راحته یعنی کار پیچیده‌ای برای شما نیست شما حتی نیازی هم نیست که فقط برای ویرایش کردن از این استفاده کنید فقط کافیه اینو بگیرید و باش مثلا محتوای صفحه رو درگیر کنید محتوای همه صفحه یه ردر درگیر شما مثلا شما می‌خواید چیزی دام کنید می‌خواید ببینید مثلا چه مشکلاتی اینجا وجود داره یا یه چیزی رو در بیارید می‌خواید ببینید چه صفحه‌ای محتوا رو داره همین رو فقط با همین کد پایوی کیبورد می‌تونید انجام بدید و سوالی که من دارم اینه که برادر تو چیز پیچیده‌ایه واقعا من مشکل دارید با این قضیه می‌خواید یه امتحانش بکنید سوالی نداری تا اینجا ما میتونیم تحلیل یک صفحه رو بگیم یک کوئری بزنیم مثلا و در صفحه یک جوره بگیم که روند تحلیلات یک صفحه مثلا چطوری والا دو تا نکته هست میرید تو ویکی پدیا ویرایش چجوری ذخیره میشه دیگه تو میدیا ویکی کلا ویرایش ذخیره نمیشه یعنی هیچ رو شما ذخیره نمیکنید هر وقت یه کسی ویرایش رو انجام میده نسخه قدیمی رو نگه میداره توی سرور یه نسخه جدید توی سرور سیو میکنه فقط یه تکست اون تکنیکی تکسی که پشت صفحه ذخیره ویرایش میده چطوری که چه محتوایی عوض شده چرا؟ تو میگه بگیم تو میتونی تمام تمام بعد تمام این نسخه دسترسی داری یعنی تمام این نسخه ها وجود داره خب تمام این نسخه توی ای پی آی ذخیره میشن توی سرور ذخیره میشن تا سر ای پی آی یا پایتون یا همه اینا میتونی بگیم ولی باید دیف کنی بگیرش و دیف کردن توی پایتون یه موقع مشکله حتی اینجوریه که بنیاد ویکیپدیا برای که کار خودش راحت بشه با جیکوئری فاندیشن همکاری کرد که فقط دیف کردن رو یکم درست کنن توی جاوا اسکریپت بتونن استفاده کنن دیف کردن این نسخه یه واسه واقعا معلوم نیست این طرف معلوم نیست که یه اصطلاحی رو واقعا تغییر داده یا اضافه کرده نیم چیزی که در این مختصر آمار بازی رو تو خود سرور بستن ولی شما میتونید از دو طریق اینو به دست بیارید یکیش استاتس البته خب اینو بگم که استاتس فقط مال ویرایش مجموعه بازدید کلیه یعنی بازدید مثلا مقاله به مقاله رو نداره اینا مثلا میگه که views per hour half million
این ویای مثلا میشه بده انگلیسی ویای میشه بده چینی میلیون در ساعت و هم دو یادان بده میکنم برای همه زبان برای هر پیش برای هر پیش هم دون یعنی ببین اگر تو مجلوکی خودت نصب بکنی یعنی تو مجلوکی خودت میدونی چه چیزی داشته باشی ولی این برای یک سرور رو اصلا به زمین میشونه توی اگه خود سرور بنیاد بکار ببرنش این رو اومدن سیور کرد ولی این رو توی یک سری ترد پارتی هستن که این کار عجب نه یکیش ویکی استاس گروپه حالا باید همه برکی میادم ویکی استاس اگر فکر کنم اگر بیادم آره استاس اف گروپ دات استی یکیش اینه شما از طریقا میتونید میزان بازدید های خب مثلا یه مثال بزنید یه مقاله فارسی انگلیسی هر چیز خود میدونید ببین من یکم طبقه بشه مقاله فونتر آقا مقاله فونتر بدن مثلا آبراهام نیکن بدن این ببین خودت خواستید من بعد تاپ ها رو هم میتونید دریافت کنید مثلا تاپ های یه تاپ ازت نکن دیگه نایب باز کردن تاپ های بسیار دیگه اوکی دیگه خودش رو سال داده بود من تفصیل ندارم ریلی سپیرز هر روز به طور بود هر روز مثلا تو یه روز عجیب غریبی 21 12 2007 یه روزی تعداد خیلی زیادی بازدید داشت حالا چرا ما الان نمیدونم ولی خب الان مثلا این مقدار بازدیداش بود آلبومش بود نه خیلی بیشتره این زمان رو این شکلی در بودش مثلا تو 2000 واقعا نمیدونم چه مرضی داشت حالا تو شما بزرگوی خود دارم سال استوده آینم محتوی صفحه ها از اون فرمت خاصی نداره یعنی فرمتش که تو تکسته فرمتی که توی دیتابیس منیجمنت تو تیبل کار کردید حالا خب آره توی بس بازم باید یه چیز قشنگ بتون نشون بدم شد خوشی دوید دیتابیس لی اوت اوکی تو میتونی خب این دهت پیشان میکنم این اصلا باز نکنیم چون خیلی پیشیده است
این در واقع تیبل هایی هستش که ذخیره می شده و یا مثلا توی یه ورژن خاصی مثلا این ذخیره می شده ولی برداشتنش با یه ورژن دوباره کپی شده مثلا کیس دیگه مثلا الان شما ببینید لاگین توی یه تیبلی داره ذخیره میشه همه اینا تیبلاش هستش تیبلی که تکست صفحه رو نگهداری می‌کنه تیبل تیبل تکست یه فایل یه فایل کی میده که فایل کی توسط ریویژن و تیبل ریویژن استفاده میشه بعد اون تیبل تکست رو میبندن نمیدن دستگاه شده چون خیلی حد به سرور فشار در یه حالت بکنی این شکلی بهت بگم بعد یه سری پارا از مایه هم میتونم مثلا از HTML هم دارن استفاده میکنن یه سری دیگه هم به کاری برن ولی خب نمیدن دیگه شما از داره خیلی بتونی دستی بکنی برشی و این گروهی که من دست دارم گروه آنالیتیکس هم که خب کارشون اینه یعنی پول میگیرن که اینا رو بررسی کنن دیگه سوال بعدی تا بکنی بریم سوال مهم سوالی من همیشون میدونم حالا سوال بگیش از اون رو باشه الان ما ولی خب باید دستیه داشته باشه یعنی مثلا اینکه بخواید با روبات خرابکاری کنید ما استنباط زیاد باید میاد در سیستم شما میبنید یعنی بعد اون وقت دسته روبات شما گرفته میشه برای اینکه شما در هر سال هر ویشی بکنید این تو سرور ذخیره میشه تو پابلیکه هر ویشی شما انجام دید که میشودید پابلیکه یعنی این شما تغییرات اخیره بیش بده میتونید دارید که کسی ویرایش کرده اصلا مهم نیست شما روبات داشته باشید میتونم اگه کسی از پرچم روبات داشته باشه در حالت اول که تو دیفالت ممکنه دیده نشه و شما یه رجوعی که یک کوپایی دیده میشن یکی با پورتیکول سیستم اینا وزید داشتیم اصلا باید داشتیم نه اون پورتیکول اسیستش وزید داشتیم که نه اون پورتیکول خود بنیان در واقع یه چیزی داره اسم ویکی‌مدیا لبز که آزمایشگاه های گروه ویکی‌مدیا اسمشه آزمایشگاه شما باید SSD سرور خیلی بزرگ کلاود کامپیوتینگه بعد اگه شما SSD بهش بگید یه ترمای ریسورس بسیار وحشتناکی بهتون میدن بعد مثلا من تست دارم روش میذارم که 11 گیگ رم میگیره فقط 11 گیگ رم بعد اگر هم لازم شد اینسنس میگیرم چون ویژوال میشین میگیرم ولی و مثلا اینو برای کار بایتی رو اصلا کار پولی و مثلا فرض کنید کارت نیاز نیست اصلا یه بزرگ بود ولی برای اون از سیستم استفاده کنید یه هر چیزی انجام بده و بعد برسه مثلا اون سرور تازه مثلا بشه کار کنه مثلا ما خیلی از کد هامون چون خیلی خوب این طرف دیگه از من میخوره من میذارم روی سرور سرور اجرا کنم سرور خودش به دیتا سنتر بونه مثلا خیلی هر دیگه سعی کارو انجام خب روبات پاور بوت مثلا بده که کار اجرا کنه داشته باشه که داشته باشه یا مثال است بالا خب من یه چند مثال میخوام بزنم اول اینکه میدونید که ویکی‌مدیا لایسنس چیه سی سی بای اس بعد این میشه به شما اجازه بده که حتی اگه جایی داشته باشه سی سی ان سی 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 یا سی سی ان هم شما میتونید هر استفاده تجاری با محتوای ویکی‌مدیا انجام بدید از کپی رایت مشکلی نداره فقط مثلا از ریشه من داره یه دیگه تا همسان این از ویکی‌مدیا گرفتم در این حد و دوم چیز هم هست که کد هایی که تو ویکی‌مدیا میان یا مجرد جیکی کد یعنی این محتوا کد یا جیکی را میان امان بهتر بشه شما که استفاده تجاری بکنید و مثلا من چند وقت پیش یه نفر تو ویکی هاو شنیدی ویکی هاو این اومده بود مشکل پیدا کرده بود روباتیک میرون توی اونجا بعد من گفتم که اصلا چه مشکلی هست شما من هم گفتم خب باشه مثلا یکم صحبت کرد و مشکلش حل شد یا ویکی ها ویکی ها خودش از رباتایی که پای ویکی بود وجود داره استفاده میکنه چون شما از سیستم تجاری شما خیلی راحت میتونید یه چیز بسازید که فامیلی فایل بسازید که یه حد ویندو کال هست ربات اجرا کنه خب نمیدونم چرا مریض این کلاس کار خب در هر صورت چه کاری امکان پذیر هست حالا بعد سال بعدی سوال ندارید گوگل نه فیلیس ریسترش میکنه این یه ریسترش میکنه آره خواهد شکر روبات بعد آگه اومدیم این چیزی که داره بهش میگن نالج گراف بعد این نالج گراف در واقع محتوا رو از یه سایتی میگه که بک اند ویکی‌پدیا است اسم ویکی دیتا از ویکی دیتا این اطلاعات رو میگیره اون اطلاعات رو بعد این اطلاعات ماشین جنریتده
یعنی ماشین لیبره یعنی شما اینو میتونه تحلیل کنید و بعدش مثلا یه زبان مثلا به برگرده یعنی مثلا خیلی راحت این رو خود گوگل میتونه مثلا بجه بجه به انگلیسی نشون بده به زبان آفریقایی باستان نشون بده اصلا مشکلی نداره الان خواستم اتفاقا نشون بدم یه چیزی تو این زمینه رو ولی خب که بحثی کردی اول اتفاقا شروع کنم بحث ویکی‌دیتا رو این کاری که میکنه و خود گوگل یه دیتابیس نالج فیبیس ولی فیبیس الان بسته از منطقه شده منتقل میکنه به ویکی‌دیتا که ویکی‌دیتا الان چیزی که در واقع اطلاعاتی که برای ویکی‌پدیا کارت استفاده میشه بذارید یه مثال چند مثال ساده نشون بدم فقط قبل از اینکه بتونم بهتون مثال نشون بدم یه واقعا نیازه که چند تا تب ببندم خب شما برید wikidata.org این آیتم استالمنه خب کیو در واقع توی سرور این کیو 7439 ذخیره میشه و از یک شروع شده یک یونیورس تا الان 20 میلیون خورده ای هست مثلا سر جایی بعد اینجا یه سری اصطلاحا میگن استیتمنت داریم که میگه آقا کارهای متعیبه این آدم این بوده، این بوده، این بوده و همه اینا هست در اینا همشون لینک دارن به یه آیتم دیگه ای که خودشون مثلا طبیعه همین اطلاع داخل خودشون داخل میبارن یه سر آیدنتیفایر داره، تاریخ تولد اون فرد رو تو خودش ذخیره کرده اینکه چه جنسیتی داره، نمیدونم خیلی دیگه که باقا زیادتن چه بعد این اطلاعات تو ویکی‌پدیا استفاده میشه. شما اینفو باکس رو اینفو باکس میدونی چیه؟ اینفو باکس میدونی چیه؟ نه در تو ویکی‌پدیا اگه مقاله باز کنید چی که از همون نالج گرافی گوگل هست که بغل میاد به میگن اینفو باکس. در واقع اطلاعات این اینفو باکس رو در واقع از ویکی‌دیتا داره میاد. این اطلاعات رو خود ویکی‌پدیا از ویکی‌دیتا داره استفاده میکنه. این پروژه‌ای هم هست که اصلا خود بنیاد داره خودشون میگه یعنی خودشون داره روش کار میکنه. بعد مثلا وبسایت رسمی شو اینا و یه خاصیت جالبی که این داره اینه که از این چه کوئری داره این دیتابیس این شکلی ذخیره نمیشه اینا در واقع تو دیتابیس یه فایل جیسون بسیار عظیمی ذخیره میشه از این اگر بخوام الان بهتون نشون میدم این بشه یکی توی دیتابیس آه یه بیاره این API Wikidata هست کد استالمن این بود دیگه خب الان این چیزی که توی سرور ذخیره میشه در واقع اینه اصلا هیچ ما چیز خاصی نداریم ولی سرور ذخیره میشه چیز بسیار پیچیده یعنی سرکله زدن با همین میکنه مثلا چند ماهی وقت میداره فقط اینکه چجوری این تنظیم کنه بعد از این شما الان از این که کوئری بگید یعنی الان این سوش داره اسم بیس سایت کوئری داد ایک میدید تا الان با اسپارکل کار کردید؟ شنیدید؟ آه باید بریم اینجا هم شد خب حالا شما اینجا میتونید توی اینجا کوئری حتی خب بتا هست طبیعتاً شما الان میتونید کوئری اسپارکل بنویسید و اگه بگید مثلا چند تا مثال اینجا داشت یادمه اینا حالا آموزشش که چه شکلی این کار رو انجام بدن یه سری مثال هم داشت از کوئری شما الان میتونید کوئری بگید که بزرگترین شهرها با شهردار زن مثلا کوئری میتونید بگیرید مثلا کسانی که سال قبل 1880 به دنیا اومدن ولی ذخیره نشدن علت اصلی مرگ نظر جالبی باید باشه آه، فکر کنم، باید
سکته علت اصلی مرگیه، بعد حمله برده سکته اصلی مرگیه، بعد زاتوریه، بعد حمله توفنگ، افتران قلبی تعداد مواردی که سیف شده برشون. حالا از پا پا بیشه از نکوشه بگه نمونه یعنی که تو هفته بعد دوسته آره وقتی اینکه چرا اینجوری ذخیره شده واقعا من نمیدونم. احتمالا یه مشکل توی سرم هست، چون این حداقل باید رو رنج 700 تا 800 تا باشه. ما الان تقریبا مقاله فکر میکنم چند میلیون نفر رو داریم، حداقل یه میلیونش مرگ ذکر شده. حالا چرا اینجا مشکل داره بعد بررسی کنیم. اینا همه میتونن همچه کسی سیده. آره شما بید کنید از دیتا دوتا آرژی اینا نمونده کنیدتون نیست من جوابشم کنید همچه یادتی نمیشم. و یه سه چیز جالب بهتون بگم، مثلا ما اومدیم اطلاعاتی که در مورد ایران بوده از دیتابیس های ایرانی مثل جای مختلف در پیدا کردیم و این رو ذخیره کردیم. الان شما میتونید از مثلا توی ویکی دیتا کوئری بگیرید قنات های ایران به ترتیب طول و براتون میده و میگه که طولانی ترین قنات ایران چیه، بعد قنات دوم چیه، قنات سوم چیه، همینجوری براتون کارا میتونه انجام بده. تقریبا تمام مختصات هایی که وجود داشته رو بردیم توی ویکی دیتا و اگر این بیاد این رو میتونید ببینید که الان در اون مختصات هایی که تو دیتا ذخیره شدن، هر مختصات که ذخیره شده یه نقطه خیلی کوچولی سفید تو جایی که ذره وجود داره داده و طبیعتا میتونه خودتون نقشه جهان رو تشکیل داره. شما میتونید ببینید که مثلا کجا اقیانوسه، کجا آمریکاست، کجا مثلا شما میتونید ببینید که اینجا مثلا مکسیکو سیتیه، اینجا مثلا کلا کالیفرنیاست، بعد از این ور مثلا ژاپن. و خیلی جالب بعد براتون میشه که ایران نشه شما مقایسه کنید با افغانستان، ترکیه، نمیدونم پاکستان، عرب، عربستان، یمن، کلا خب یمن مثلا بعدش میاد. امارات هم مثلا مقایسه کنید بعدش بعد. ولی خب مثلا کل ایران چجوری که تمام دیتابیس های ایرانی تمام مختصات روستاها، شهرها، بناهای باستانی ما فقط 20 هزار تا بنای باستانی رو اطلاعات شما باید دیتا کرد. شما الان یه چیزی واقعا عجیبه که اصلا خودشون انجام ندادن یا چه چیزی. یه چیز لیولی که مثلا هلندی ها انجام داده، هلندی ها اومدن مالیمنت های باستایش رو اطلاعات شکل میتونید تو وارد گردن و هلند و ایران رو دوست رو کشتر ولی این صورت خود یکی بده نیست چرا تو در همین تو میتونید فارسی هم هست شما اگه خواستید میتونید بده من الان میتونم برای فهرستش رو برد بیارم اگر خواستی اولش 20 هزار تا مقاله است مقاله در پیس بار نقطه هفته پیس از آن نقطه هفته دا هفته وجود داره و شما مثلا خیلی از اینا توی بید ببینید که مثلا یه آب انبار هم بعد مثلا این کجا بوده، در کجا آدرسش کجا، شماره ثبتش چیه، مالک متعلق به چه دوره ایه، همه اینا هست برای قنات هم پیسی وجود داره و همین اطلاع بروز توی توی که دیتا هست این اطلاع در واقع توی دیتا میده و این مثلا میتونید شما به زبانی مثلا یونانی هم بگید و گفت جیکوری زکرم چی کده تا بسی نه؟ نه تو جیب جیسون 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 نه جیکوری خودش خب یه لبه دیگه کنم بس بروی میکنم جیسون زکرم میشه؟ همین جیسون زکرم میشه خب یه سیم هم بزرگیه خیلی بزرگیه همین کلان باشه باید پیشیده است ولی شما میتونید دارد این کار انجام از آید نمیم همینجور گیتش میتونم بهتون نشون بدم. شما کلا هر مقاله دیدید تو بغلش یه چیزی داره تو آیتم ویکی داده یا تو نیستش ویکی دیتا آیتم اینو میتونید برید اونجا و ببینید آیتم که توش چه اطلاعاتی داره. این مثلا میگه که کانتریش چیه، تو چه استانی ذخیره بوده، شماره ثبتش چی بوده، وضعیتش چیه و چی هست مثلا با هم آره با هم نه آوار ما که این چیز نداره. سوال دیگه ای هست نه رجب من نیمیم باید از ویکتکس میرم تو ویکتکس باید یه دو تا فرگه کرد ولی پایینی هم چیزهای مشابه سوزنی که بهش مرمون کنم جمعی تبلیم نمیدیم سوزنی که بهش مرمون کنم آها پایین توی ویکیلی هست یا نه؟ یه بک بدن اوکی این؟ آها این بگم جبه این آقای در واقع الگوه الگو در واقع اینجا سوزه آثار باستانی یزد در واقع اینه. خب
آیا برای که بتونی محتوای این رو ببینی باید بری در واقع الگو این رو کپی پیست کنی و در واقع اونجا تو اون الگو در واقع محتوا می‌بینیم تمام تمام سوال دیگه کامپیوتر کدی اگر خواستید سوالی داشتید به طور کلی اگر سوالی داشتید که مثلا میشه مشکلش چیه چی چیزایی من میتونم کمک کنم چه کارهایی من میتونم بکنم که میتونم کمک کنم و اصلا من میخوام استخدام میشم چیکار کنم من این دنبال هستم در خدمت